دیدید کنسرت ما سیاسی نبود، البته من خودم سیاسیم. کنسرتی بود که اومدیم براتون آواز خوندیم. چرا اینقدر زهره تلک شدین شما؟ ایرونی که ترسو نیست، ایرونی که ترسو نیست، چون ترسو مرد و من نمیترسم. بهتون بگم، شما خیلی خوب میدونید تا زمانی که زنده باشم یرسید، تا زمانی که زنده محبوبیتمو دارم، ولی بر خودم واجب و لازم دونستم که بیام خدمتگزار مجاهدین بشم. از موزیسین‌های عزیزم بپرسید که من علل اصول تو کارم بسیار زن بد اخلاقی بودم، ولی من از روزی که آمدم پیوستم به مجاهدین و مقاومت، سعی کردم که مثل اونا خوش اخلاق و خوب باشم. نترسین از مجاهدین. قدر مسلم این که مجاهدین ترس و وحشتی، اجازه بدید من عرض داشتم آقا، ترس و وحشتی ندارن. از مجاهدین کسی نباید بترسه، مجاهدین رو باید حمایت کرد، چون مجاهدین خیلی غریب افتادن. البته خیلی هم ماشاءالله زبر و زرنگ و باهوش، در 24 ساعت 3 ساعت بیدارن، اونم چرت میزنن 21 ساعت کار میکنن، 15 ماه شب و روز ناظرن بر این اعمال مجاهدین. خوشبختانه بندرم دارن لنگه خودشون میکنن و کردن لنگه خودشون. هرچی بهشون میگم بابا من 71 سالمه نمیتونم روی کفش پاشنه بلنده باستم، به من میگن تمرین کن یاد میگیری. بعد به قول خود خانم مریم رجوی که میگه براو براو، که خانم مریم رجوی میگن که میتوان و باید. من با اینکه همیشه فکر میکردم که تو زندگی خوندنم موفقم شکر خدا، ولی هیچ تصور نمیکردم که در این سن بیام ماشالله هزار ماشالله. همه تون ماشالله بگیم. اینقدر به هر حال 2 ساعت سرپای ایستادم، از بعد از ظهر تا حالا دارم تمرین میکنم، 10-15 روز دارم تمرین میکنم. به هر حال مایه هایی که خوندم خوشبختانه همون صداهایی که در 45-50 سال پیش می‌خوندم. به هر حال من خواستم یک شمعی بگم، زیرا مجاهدین ترس ندارن به دلیل اینکه همشون مردهای متفکر، انسان شریف پاکیزه. اگر در تمام کره ارض بگردید نظیر مجاهدین پیدا نمی کنید. من خیلی آدم وسواسی هستم، همه چیزم زیر ذره بین گذاشتم. براو به هر حال اگر روزگار و آینده خوبی رو ما هممون که آرزو داریم میخواییم داشته باشیم، باید دست در دست مجاهدین، اما دست دوستی ها، ندارید از پشت بزنید ها، توجه میکنید؟ برای اینکه به هر حال من موی سرم و توی آسیا سفید نکردم، من رنگ زردی روزگار زیاد چشیدم و کشیدم. اینی که دارم بهتون میگم راست میگم، مجاهدین آدمای فوق‌العاده خوبی هستند.